وطندارای عزیز، سلامتی خداوند پادشاه سلامتی عیسی مسیح کت شما باشد هر جایی کسین. خدا را شکر میکنیم بر یک وقت دیگه، یک موقع دیگه که خداوند از لطف و از مهربانی خود بر ما عطا کرده. خداوند محبتش قدر عظیم است که ما هرگز نمیتونیم با عقل و حکمت انسانی ارا بپیماییم، و اما اونمو خداوند که بر ما محبت خود جاری میکنه، فیض خود جاری میکنه، ما باید ای را بفهمیم، ما باید ای را درک بکنیم که او خدایی است که عظیم است. از خدای عظیم واقعا ما میتونیم توقع بکنیم که او فیضش و محبتش و رحمتش بر ما همیشه عظیم است. متوجه باشین که هر روزی که ما دوباره نفس زندگی را میگیریم، هر روزی که دوباره ما چشم خود واز میکنیم، این مواقعی است که خداوند برای ما فراهم میکنه. یک بار دیگه خداوند برای ما میگه که ای بنده ای، ما دیروز ما برات دادم، دیروز گذشت به ما بر نگشتی، من یک روز دیگر برات میتونم تا به ما بر بگردی. برگشتن به ما یعنی برگشتن به حیات، به زندگی هست. خداوند میگه از همین خاطر ما در کلام مقدس خدا میخوانیم که در او حیات بود و آن حیات نور آدمیان بود. بدون از این حیات ما نور نداریم، بدون از این حیات ما هیچ امید نداریم، و این حیات توسط خداوند بر ما عطا میشه. خداوند هر روز منتظر عزیز که یک انسان به او بر بگرده. ایست داستان عشق، داستان محبت، داستان دوستی خدا نسبت به ما انسان ها. او چقدر شما را دوست داره؟ ما نمیتونیم که گز بکنیم. مثال پشتو، دا گز او دا میدان، امکان نداره ما ای را گز بتانیم، امکان نداره که ما ای را بپیماییم. محبت خدا اینقدر عظیم است. محبت خدا نسبت به ما انسان ها از ساخت کل کائناتش کده بزرگتر است. اونمو قدر عظیمی که خود خداست، اونمو قدر عظیم و بزرگ محبتش نسبت به ماست. بایی که در کلام خدا ما میخوانیم که ما به خاطر گناه خود با خدا در دشمنی روبرو قرار داریم. داستانهای دشمنی را شما همیشه خواندین، جنگ های بین کشورها را شما همیشه خواندین. اگر بین دو کشور جنگ میشه، شما او کشوری که برخلافتان جنگ میکنه، سرتان فیر میکنه، وار دوست نمیخوانین، دشمن میخوانین. شما کوشش میکنین که از خود دفاع بکنین و حتی به خاک دشمن برین. تمامی تاریخ انسان از این پر است. شاهد عزیز، از کدامش گپ بزنیم؟ از اسکندر عظیم گپ بزنیم؟ از پارتیان گپ بزنیم؟ از بابلی ها گپ بزنیم؟ از رومی ها گپ بزنیم؟ و یا از چنگیز خان و غیره گپ بزنیم؟ و یا مثل امروز ما میبینیم، مثل که کویت بود و عراق رفت بالای کویت، چون کشور ریزه بود او را گرفت. کویت ها از همون خاطر تا بال را عراقی ها را دوست خود نمیخوان، در حالی که اردویشان عرب است. ای زندگی دشمنی بین انسان ها همیشه هست به خاطر گناه انسان، و اینمی گناست که در مقابل خدای قدوس ما را در دشمنی با خدا قرار میده. این دشمنی بین انسان بسیار ساده تر است، به خاطر که ما درک میکنیم که تمامی ما گناهکار هستیم و در سر روی یک دیگه خود چسبیدیم، یک دیگر میخواییم پایین بزنیم، یک دیگر میخواییم از بین ببریم. اگه دیگه نشد، برخلاف یک دیگه گپ خود زده میتونیم، اوه فلانی رو دیدی، اینی تو یک آدم است، متوجه باشی. اگه دیگه نشد، کم از کم ما غیبت گویی خو میکنیم، ای رو خواست.
و اما خدای قدوس، کسی که نه غیبت گوز، کسی که هیچ وقت بدی ما را نمی خواهد، با تمامی از این چیزها ما می بینیم که در دشمنی با او قرار داریم، چون ما گناهکار هستیم. گناه ما ما را در دشمنی با قدوسیت خدا قرار میده. با آن هم خدای قدوس انتخاب میکنه. چی انتخاب میکنه؟ او انتخاب میکنه، او خوش میکنه ای را که او ما را نجات بده. دشمنی خدا او میخواد به دوستی تبدیل کنه. چطور؟ با اینه که او اینه مکلان دستان دیگه دوست ما شو اگه نیکی این قسم نیست، زیرا خدا به این جهان آنقدر محبت نمود که او یگانه پسرش را داد. به خاطر از این که این دشمنی را به دوستی تبدیل بکنه، خدا چی میکنه؟ خدا یگانه پسر خدا میفرسته و او قربان میشه به خاطر ما، بر صلیب قربان میشه و کفاره گناهان ما را با خون خود میپردازه. و وقتی که این کار را کرد او دفن میشه، و اما در روز سیوم ما میبینیم که او از مردگان بر میخیزه. او برای ما وعده از این را میده که قبر من خالی است، دیگه هیچ قبر دیگه خالی نیست، من زنده هستم، شما میتونین به من اعتماد بکنین. یادتان باشه که خداوند عیسی مسیح الیازر را بعد از 4 روز از مرگش بر میخیزانه، او را از قبر زنده میکنه. الیازر بیرون شو، الیازر میایه کت کفن، زنده، جور و تیار. او میگه برای خوار الیازر، قطع یک روز یا 2 روز پیشش میگه که ای مارتا، ای مریم، غم نخور، متوجه باش که من قیامت و زندگی هستم. به خاطر که وام میگه که بله خداوند، اگه تو اینجا می بودی برادر ما نمیمرد. میگه غم نخو، متوجه باشی من قیامت و زندگی هستم، من رستاخیز و زندگی هستم، من قیامت و زندگی هستم. کسی که به من ایمان داشته باشه، به من تکیه بکنه، به من اعتماد بکنه، گرچه مرده باشه باز هم زنده میشه. خداوندی وعده را برای ما میته. کدام مذهب دیگه، دین دیگه این را برای ما نمیته. اونمو خداوند در روز سیوم از مردگان برخواسته و قبرش خالی است و دیگه هیچ قبر خالی به جز قبر عیسی مسیح وجود ندارد در تاریخ بشر. شاید قبرای باشه که اینال کسی نباشه که اینه، من قبر خالی را برات نشان میتون که او را گور کده باشی و استخوانه و دیگه و دیگه از اوجه بیرون کنی و دزدی کنی و بگی که اینه یک قبر خالی دیگه میجست. نه، او قسم قبر خالی نه، قبر خالی که مرده را در اوجه مانده باشه و مرده خودش زنده شده باشه به قدرت روح خود. او قسم تنها عیسی مسیح است. قبر خالی نگر کار یزدان ما، زنده عیسی ببین اصل ایمان ما. اصل ایمان ما چیست؟ عیسی مسیح زنده هست. عیسی مسیح زنده هست و او میخواد که این زندگی را برای شما هم بده. دعای ما ایست که خداوند کمک کنه که ما گوش بتیم کلام مقدس خدا را. کلام خدا را گوش بتیم. با واقعا کلام خدا کلامی است که میتونه ما را زندگی ببخشه، حیات جاودان ببخشه. ای خداوندی عزیز، شکر میکنیم به خاطر محبت زیادت، به خاطر فیضت، به خاطر رحمتت، به خاطر عظمتت. ای خداوند شکر میکنیم، شکر میکنیم که با ای که ما با تو دشمن بودیم و اما تو این دشمنی را به دوستی چطور تبدیل کردی؟ با دادن خودت، تحفه شخصی خودت. از ما نبود بلکه از تو بود، به توان ما نبود بلکه به توان تو بود، به خواست ما حتی نبود و اما تو خواستی که جانت فدا بکنی. از ما تنها یک چیز خواستی که ایمان بیاریم. خدایا تو را شکر میگیم. خداوند عزیز، برکت ما بیتی امروز وقتی که ما کلامت میشنویم، وقتی که شهادت میشنویم، برکت ما بیتی تا که ما
ای خداوند عزیز، محبت تو را تجربه بکنیم. در نام مقدس خداوند ما و منجی ما عیسی مسیح، آمین آمین. شکر میکنیم برادر عزیز ما نعیم موسینی نوشته میکنه که امروز خدا را شکر میکنیم که مسیح را میشناسم. خدا را هزار بار شکر. آمین آمین آمین. هللویا آمین. و ما هم به همین ترتیب خدا را شکر میکنیم برادر عزیز ما نعیم جان و شما وطندارای دیگه ما که برنامه را از طریق یوتیوب، از طریق فیسبوک و از طریق کانال محبت میبینین. خدا را شکر میکنیم. ما امروز یک برادر بسیار عزیز مرا باز هم دارم که شهادت میتن که چطور عیسی مسیح زندگیش معجزانه تغییر داد. چطور عیسی مسیح برادر عزیز ما تغییر داد. ما خودشان ازشان خواهش میکنم که خود معرفی بکنن و میشنیم از این برادر بسیار عزیز ما. بعد از این شهادت باز ما از زبور 23 یک چند لحظه صحبت میکنم. ما مسیحی ها در وادی سایه موت قرار داریم وقتی که تا زمانی که در این دنیا هستیم و اما امید جاودان هم در عین حال با خود داریم. وطندار عزیزم مانده نباشی. سلامت باشی برادر عزیز. خدا را شکر برای شما برادر عزیزم. خدا را شکر میکنم. برادر عزیزم لطف کرده خود معرفی کنین از تمام اول که شما کی هستین. سلام به همه کسایی که این برنامه رو میبینند. من رضا موسوی هستم، فعلا در سویدن هستم از کشور افغانستان. خدا را شکر برادر عزیزم. خدا را شکر برای شما. خدا را شکر رضا جان که خداوند این موقع را برای شما داده و این لطف بالای ما هم داشته که شما بتانین از این طریق از این طریق از این برنامه شهادتتان بتین. هر روز وطندارای ما میاین و شهادت میتن. خدا را شکر میکنیم. و اگر لطف کنین حسین جان روی پرده بیارین همین یوتیوب، ما میخواستم که برای وطندارای عزیز ما تشویق کنم که دیروز هم ما شهادتی داشتیم در برنامه کوتاهی که از استودیوی خانگی ما داشتم. ما میخواستم که برادران را تشویق بکنم. اگر شما آدرس وبسایت یوتیوب ما را ندارین بسیار آسان youtube.com/afghantv بعد از youtube.com/afghantv را بزنین، شما مستقیما میرین در اوجه. و یا اگر شما افغان تیوی نوشته کنین در یوتیوب، افغان تیوی یک کلمه دو کلمه نه یک کلمه نوشته کنین و انتر کنین، اولین و دومین کانال آواز مسیح میاید. بالای ازی که کلیک بکنین شما میرین به صفحه یوتیوب و از او طریق میتونین برنامه های گذشته، سرودها و غیره را و شهادت های بسیار زیاد شما میتونین که بشنوین. ما میخواستم که یک سه از شهادت از این برادر عزیز من را برای شما نشان بتم تا که شما بتانین که این شهادت از این برادر عزیز من که امینی علی اسمشان است ای را هم ببینین. لطف کنین برادر عزیزم علی مانده نباشین و لطف کنین خود معرفی بکنین. من نور نجات هستم. کسی که از من پیروی می کند در تاریکی سرگردان نخواهد شد بلکه نور حیات خواهد داشت. هللویا. یوحنا باب 8 آیه 12. هللویا. با عرض سلام و ادب خدمت شما برادر حسین عزیز و همه بینندگان عزیز، خوشحالم از این که این افتخار نصیب من شده که شهادت ایمانی خود را با شما خوبان در میان بگذارم. علی امینی هستم، از غزنی، ساکن گوتنبرگ سویدن. همیشه در ذهنم سوالاتی بود که هیچ کس نمیتونست جواب منطقی برای ایشان داشته باشه. به عنوان یک نمونه به خودم میگفتم چرا باید بین انسانها مختلف، بین زن و مرد بی‌عدالتی وجود داشته باشه. روحیتم اصلا با جنگ خشونت سازگار نبود. وقتی فکر میکردم با این که انسانها که توسط خداوند خلق شده چگونه به خودشون اجازه میده
حق حیات را از همدیگه بگیره. فکر میکردم خداوند خدای خشم، خشونت، بیره شاید باشه و به این فکر میکردم که هدف از خلقت کردن من چی بوده و چراهای زیادی همیشه در ذهنم وجود داشت. توسط یکی از دوستان که ایماندار بودن، آشنایی زیادی با کتاب مقدس داشت و از طریق او به کتاب مقدس و عیسی مسیح آشنا شدم. هللویا. او کسی بود که مانند یه فرشته به زندگی من ظاهر شد، آرامش در زندگیم آورد. او منو تشویق به خوندن کتاب مقدس کرد. اولین انجیلی که خوندم متا بود، بعدش کتاب‌های مقدس را مرور زمان خواندم و یواش یواش آرام آرام حس و اون تغییر در درونم احساس کردم. حسی که داشتم حس قشنگی بود. احساس میکردم روحم، قلبم، ذهنم آرامش پیدا کرده. مدت زیاده هست که الان به خدای بزرگ، خدای زنده، عیسی مسیح ایمان دارم و تغییرات و برکاتش را هر روز، هر لحظه در زندگی میبینم. هللویا. ایمان دارم که عیسی مسیح به خاطر گناهان انسان‌ها قربانی شد و ایمان دارم که من زندگی جاودان خواهم داشت. واقعا هزار بار شکر برای شهادت عزیز برادر عزیز ما و ما شما را تشویق میکنیم که شما لطفا برین شهادت برادر امینی علی را بشنوین تمامیشه و ما خواستم یک حصه از ایره از طریق کانال محبت برای شما پخش بکنم و خدا را شکر میکنیم. آلی برادر عزیزم رضا جان، من میخواستم که شما را تشویق کنم از این طریق که هر روز وطندارای عزیز ما میاین و شهادت میتن، هر روز مردم معجزه خداوند در زندگی خود به اطوار مختلف میبینن، به طریقهای مختلف میبینن و من ایمان دارم که امی قسم یک معجزه در زندگی شما هم رخ داده. از این لحاظ من شما خواهش میکنم که لطف کنین شهادتتان بتین که چرا، چطور شما به عیسی مسیح ایمان آورده. بله برادرم دریاس، من سال 2012 بود که اومدیم اپسالا، منو با برادرم، بعد منو برادرم میرفتیم توی این شرکای لیبسور توی همین اپسالا هستش. بعد چند وقت این برادرم گفتش که تقریبا بعد 8 ماه اینا یه مریضی داشت تو گلوش و گفت که من تو شرکا برام دعا کردن و پاسترها دعا کردن و من این گلو دردم خوب شده و من به عیسی مسیح ایمان آوردم. او زمان من مواد مصرف میکردم به خاطر دلتنگی از خانواده، اینا شرایط سختی که داشتیم، من احتیاط پیدا کردم در مواد مخاطر. این گفت که زد من خشمی آمد سمت من و من با برادرم جنگ کردم و از اونجا رفتم پیش یک رفیق ما هم مواد مصرف میکرد. صدای من دارید برادر؟ بله صدایتان کاملا درست میاد، لطف کنین. من خاموش از این لحاظ هستم که میخواییم به غور گوش کنم شهادتتان برادر عزیزم. میخواییم که برکت بگیرم و من ایمان دارم که دیگه هم برکت میگیرم. اگر من میخواستم که قطع کنم شما را، من از شما اجازت میخواییم در اون صورت من کتان صحبت میکنم. لطف کنین. بله برادرم. بله. من رفتم پیش از رفیقم، او هم مواد مصرف میکرد. خلاصه همونجا بودیم، مواد مصرف میکردیم و وقتی که من شنیدم برادر مسیح شدم، یک احساس تنهایی میکردم. دیگر فکر میکردم که او برادرم نیست. هرچی زنگ میزدم من گوشیش رو جواب نمیدادم. خلاصه اینکه من غرق شده بودم در تاریکی و نمیخوامدم چیکار کنم. اصلا خود نمیتونستم تصمیم بگیرم و همش استرس داشتم که آینده از من چی موشد. ای ما مواد مصرف میکنم اینا، آینده از من چی موشد. خلاصه یک روز بعدش من مجبور در دوزی هم شده بودم به خاطر که من مواد مصرف میکردم. رفتم داخل یک سیستم همین که مشروب اینا سودا میکنن
از اونجا رفتم برای بچه های زرسن مشروب دوزی کنم، مرا گرفتن و پلیس ها بردن، شب مرا اعلام کردن. شب که شد من دیگه مغازم بسته بود، دیگه گفتم چیکار کنم، مجبور شدم زنگ بزنم به بیادرم. به بیادرم زنگ زدم گفتم که یه خورده پول دمه بدیم. او بیادر من فهمیده بود که من مواد مصرف میکنم، گفت بیا اینجا پیش من یه خورده با هم دیگه صحبت کنیم. من رفتم پیشش، گفتش که بذار من برای دعا کنم. اول حاضر نبود که پیسه را در من بیده، چون میدونست که من با پیسه مواد بخرم. من گفتم تو چطور بیادرم هستی که تو در من پیسه نمیدی اینا فلان. خلاصه گفت که بذار من برای دعا کنم. گفتم باشه دعا کن. ای دست پر گذاشت روی سر من، دعا کرد و در نام عیسی مسیح. من در دعایش گوش نمی کردم، چون که من میخواستم فقط پیسه رو بگیرم برم مواد بخرم. بله. من پیسه رو گرفتم، زنگ زدم به اون نفر که مواد فروش بود، او در استاکول بود. رفتم و گفت بیا. وقتی که رفتم اونجا، هرچی داشت زنگ زدم گوشی پر جواب نمیداد. تقریبا 2 ساعت منتظرش مانده بودم، دیگه گوشی رو جواب نمیداد، خسته شده بودم. و قبل از اون چند بار میخواستم خودکشی کنم و بعضی موقع از خودم بدی میامد، به خاطر اینکه دوزی میکردم، مواد مصرف میکردم. خودم میگرفتم با چاقو میزدم، این دیستای من میگرفتم با چاقو میزدم، گردن خودم با چاقو زده بودم، اصلا یک آدم روانی شده بودم. خلاصه یک دفعه گپ بیادرم در سر ما آمد که یک دفعه تو از عیسی مسیح بخوا، او تو را شفا میده، او تو را نجات میده، همونطور که مرا نجات داد، همونطور که او زن بعد چند سال که خونریزی داشت فقط رفت عیسی مسیح را لمس کرد، عیسی مسیح او را شفا داد. خلاصه این گپا در سر ما آمد. من یک دفعه یک بغضی مرا گرفت، گریه کردم، گفتم واقعا ای عیسی مسیح، اگر تو واقعا هستی معجزه میکنی، هیچ گپایی که در باره تو مدر راسته، من مثل یک آدم مرده ایم، با یک مرده هیچ فرق نمکنم، بیا مرم شفا بده. یک دفعه چشمایم سیاهی رفت، با زانو افتادم روی زمین، با زانو که افتادم روی زمین یک نوری آمد سمت من، به شکل یک مرد شد، سر تا پا سفید، یک عصا دستش بود، یک صلیب در روی گردنش بود. آمد دست رو گذاشت روی سر من، گفتو نجات یافته ای، تو مثل پسر من. یک دفعه بلند شدم، دیدم هیچ کسی نیست. بعد گفتم خدای، یعنی عیسی مسیح بود که آمد مرا ملاقات کرد. یک فکرم مگفت که نه، عیسی مسیح نبود. خلاصه من همه رقمی در دل خوشک داشتم. بله. برگشتم سمت خانه، دیگه مواد رو فراموش کردم، ولی امیر بدنم دردش خوب شده بود، سردردیم خوب شده بود. هللویا. آمین. شبش رفتم در اونجا که پیش رفیقم زندگی میکردم، من اونجا گرفتم خوابیدم و اون تنها اولین شبی بود که من بدون مواد خوابیدم. قبل از اون من باید اگر من مواد مصرف نمیکردم من شب خوابم نمیبرد. شب دوباره یک طرف در خواب دیدم، یک طرف آتیش داره سمت من نزدیک و نزدیکتر میشن، یک طرف سرسبزی و یک رودخانه کوچیک هم هست و همون مرده وایستاده. دیست را دراز کرد، گفت که دیست را بدید من نجات دهنده تو هستم. و من دیستش را گرفتم، بیدار شدم. وقتی که بیدار شدم سبوک شده بودم برادرم دریاز. هللویا. بیدار که تازه از نو توجه شدم. یعنی احساس خیلی خوشحال بودم، خیلی خوشحال بودم، انگار که قلبم عوض شده بود. بعدش دیگه 100% مطمئن شدم که آه عیسی مسیح بود که آمد مرا شفا. هللویا. هللویا. تمام بدندردیم و سردردیم اینا همه خوب شد و رفتم پیش برادرم. پیش برادرم رفتم و برادرم دمه گفت که من تاستو و برای تو دعا میکردم که مو گفتم عیسی مسیح برادرم دمه سالم برگردم. و او زمانی که میخواست دمه پیسه رو بیدم مو گفت من حاضر نمودم اون پیسه رو در تو بیدم، ولی من با خودم دعا کردم و خدا در قلب من گفت که تو این پیسه رو بیدی هیچ اتفاقی برای بیادرت نمیافته از طریق از این پیسه. و
عمو شد که برادرم گریه کرد و چیز شدیم. بعدش ما رفتم مدرسه انجیل شروع کردم و زندگیم داشت بهتر و بهتر و بهتر میشد. هللویا. برادرم دریافت. بعدش بعد چند وقت تقریبا از همین ایمان ما تقریبا یک هفت هشت ماه میگذاشت که ما قد یک رفیقیم داخل استاف بودیم. او یک اشتباهی کرده بود، همین ساک یکی را از داخل همزو چه مودم کمود برداشته بود، کمودی استاف. خلاصا پلیس آمد و ما را گرفت و گفت که بعد او پلیس ها فهمید که ما بی‌گناهیم، چون اونجا نفرات دیده بود که ما بر نداشتم او را و او رفیقم برداشتن. و ما گفتم خدایا ما چرا در این مشکل افتادم که ما بی‌گناهیم. خلاصا ما را بردن در دیپورسنتر، برادرم در یاز ما را بردن در دیپورسنتر و اونجا یک شب بودم قد پلیس هم صحبت کردم و یک دختر ایرانی بود و هم در عیسی مسیح ایمان داشت. هللویا. و یک رفیق دیگه خود دیدم او هم همه مشکل مواد داشت، او را میخواستن دیپورت کنن همه افغانستان. بله. بعد گفتم که خدا شاید یک نقشه بر ما داره اینجی. و او دختره گفت که من در دختره گفتم تو هم مسیحی؟ گفت آره من مسیحی هم، من میخوای بفرسته ایران. من گفتم من مسیحی هم. گفتم بیا با هم دیگه دعا کنیم، زیرا کلام خدا گفته که دو نفر یا سه نفر در نام من جمع شوه من اونجا حضور دارم. شما در اونجا کلیسیا بودین. هللویا. آمین آمین. چقدر عالی، چقدر عمیق، چقدر عمیق. عمیق. خداوند شما را برکت بده. بله بفرمایید برادر. بعد از او دعا میکنیم. بله دعا کردیم و سبایش ما آزاد شدم برادرم دریا. هللویا. سبایش ما آزاد شدم و بعد امی چند وقت که ما آزاد شدم، امی پیش امروز خانواده ای که ما زندگی میکردم، شما برادرم دریا بکنم میشناسید امو فیونا را. بله بله ما هللویا آمین. بله 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 خواهرم. بله آره ایشان آمدن در او مثل مادرم هسته آمد در ازا خیلی خوشحال بود. گفتم مامان چی شده؟ گفت که او دختری که با تو در دیپورسنتر بود او را فرستاده بودن همه ایران، باز دوباره برگرداندنش در سویدن. ما همه قد خوشحال شدم. او را آمده بود و خیلی خوشحال شدم. گفتم که ای را در دیر خوب آور کردم که عیسی مسیح یک نقشه برای ما داشت. خداوند معجزه کرده. و حتی اگر شما را دیپورت میکردن، حتی اگر او خواهرم دیپورت میکرد، ما همیشه تکیه بر خداوند داریم. حتی اگر در معرض خطر مرگ باشیم، خداوند با ما هست. او دردهای ما را همیشه احساس میکنه، شخصا احساس میکنه. کلام مقدس خدا برای ما بسیار واضح است در مورد درد خدا. خدا درد داره. درد خدا چیست؟ درد خدا تمامی انسان هاست و بالخصوص فرزندان خدا وقتی که در مشکل میفتن. عیسی مسیح میگه که من در مشکلتان کتتان هستم. او بسیار واضح میکنه، میگه تمامی بار تشویش خدا بالای من بندازین، چون که من تشویش شما را دارم. خداوند تشویش هم داره. تشویش خداوند ما هستیم، تشویش خداوند قدوس است. بفرمایید برادریم. بله برادرم داریس. و من همین چند وقت پیش یک خیلی مشکلات سر من آمد و شیطان از من استفاده کرد. من خواهر مریضی قلبی دارم، مادرم هم یک مریضی داره که هرچی دکتر مرا خوب نمیشه. و من از میزی اداره مهاجرت هم ردی گرفته بودم چند وقت پیش و همون اصلا یک رقم سرگردان شده بودم. بله. بعد رفتم دمی پارک قدم میزدم، یک رفیق قدیمی خود دیدم. دیدم همه رقمی گفت بیا بشی. دوباره همی سیگریتی بود در دیسی من رو. من نمیدونم که چی شد که آیا بر من نقشه کشیده بود، چی رقمی شده بود، بخاطر که من گرفتم کشیدم
همین دقیقه بعدش پلیس ها آمد. بله. پلیس ها آمد و ما را گرفت. بله. ما را گرفت و برد و خلاصه ما را بر کرد. و من رفتم باز یک ترس زندگی دوباره همه روحم یک رقم مثل همون قدیم برشده بود. انگار که دوباره یک رقم ناراحت شده بودم. و شرم میکردم برم در کلیسا. و یک روز برای برادر تعریف کردم که من همچین اتفاقی برای مفتاده با تو میخوایم در بیان بذارم چیکار کنم. ای گفت که بریم دم شرکا دعا کنیم برای دم کلیسا. رفتیم در کلیسا و یکی از پاستورا داشت موعظه میکرد و گفت که کسایی که برایشون میخوایم دعا کنم دعا لازم دارم بیا جلو که من برایشون دعا کنم. من گفتم مرم دعا میکنم و عیسی مسیح بخشنده است. عیسی مسیح میبخشند. رفتم یکی از پاسترا دست رو گذاشت روی سر من دعا کرد و برام گفت که چه اتفاق افتاده من برایش تعریف کردم و یک دفعه هم رقمه قد پشت افتادم در روی زمین و شروع کردم در زبانها دعا کردن برادر اندریاس. بعد از اون در زبانها دعا کردن بلد نبودم. در زبانها که دعا کردم بعد از دوی که من در زبان دعا کردن یاد گرفتم دیگر دوچار وسوسه شیطان نموشم و انجیل ما سواد ندارم بخونم. انجیل گوش میکنم و قبلا اونقدر خوب متوجه نموشدم و الان قشنگ خوب سمسه ای متوجه میشم و این روح القدس هست که در وجود ما آمده. آمین. خداوند کمک میکنه ما را برادر عزیز ما. بعض وقتا ما دچار مشکلات میشیم. بعض وقتا ما چون ما هنوزم در دنیای گناه آلود قرار داریم. درست است که ما مسیح هستیم. درست است که ما به عیسی مسیح ایمان آوردیم. و اما در زندگی مسیح ما مثل که دیگه انسان ها تکالیف میبینن، مشکلات میبینن، در غم هستن و هم مشکلات مهاجرت خود دارن. یعنی هر کسی که باشه، مسلمان باشه، مسیحی باشه، هندو باشه، هر کسی باشه، ما در دنیای جنجال قرار داریم. و اما چیزی که ما را تکیه میتا رضا جان، چیزی که ما را تکیه میتا و اوست عیسی مسیح خداوند. در کلام خدا رضا جان ما میخوانیم، در کلام خدا ما میخوانیم: گرچه از وادی سایه موت نیز گذر کنم از هیچ بدی نمیترسم، زیرا تو با من هستی، عصا و چوب دستی تو مرا تسلی میدهد. یعنی چی؟ چی معنا میتا؟ ای به این معنا میتا تا ما که مسیح استیم در این دنیا به این معنا نیست که برو دیگه زندگی گل و گلزار شد، دیگه خوشی هست، از این بعد هیچ غم نمیه. نه، غم زیادتر میه بالای ما، چون خداوند ما مرد غمها نامش بود. مرد غمها نامش بود عیسی مسیح. یکی از نامهای عیسی مسیح Man of Sorrows و یا مرد غمها بود. پس ما از عیسی مسیح که کلانتر و بزرگتر نیستیم. او رب ماست، او خداوند ماست، او منجی ماست، او قماندان ماست، او کپتان ماست. تسلی ما چیست؟ تسلی ما ایست که اونمو عیسی مسیح آلد آسمان است، زنده، و او وعده کده که یک روز کشتی ما عبور میکنه از این طوفان، یک روز ما در جنت خداوند داخل میشیم. برادر عزیزم رضا جان، من چون وقت برنامه کم است، از این خاطر من میخواستم در آخر شما لطف کنین برای وطندارای عزیز ما، چی میخواین که بگوین که وا چی کنن؟ بسیاری ها شما را میشنوند، در ایران میشنوند، امیل ازا در تاجیکستان میشنوند، در افغانستان میشنوند، در اروپا میشنوند، این وطندارای عزیز دیگه ما هستند. مثلا بعضی از وطندارای مسلمان ما هستند که نوشته کردن که مثلا شما عیسی مسیح را چرا پسر خدا میگین و غیره و غیره. خلاصه انسان ها هر قسم افکار داره، هر چیز داره. و من شخصا برای عزیز وطندارای ما میگم که یک بار کلام خدا را بخوانین، یک بار بخوانین. و یا مثل برادر عزیز دیگه ما که امیل از میبینن برنامه را، برادر رامین که در این برنامه آمدن امیل لحظه کتی ما هستن، برادر رامین گفتن که حتی اگر شما به صورت
ای که یک کتابی رومانی را میخوانین و یا کتابی عاشقی را میخوانین، یک دفعه اینمی را واز کنین بخوانین که در چی هست، یک دفعه دل واز تمامی از ایا را بخوانین و بعد از او مسائل برای شما حل خواهد شد و ای مربوط به شماست که قبول کردین نکدین. خدا نمی بازد ای اگر شما قبول نمی کنین. کسی که بای میته ای میدانه، او کسی است که قبول نمیکنه توفیه خدا را. پیامتان برای وطندارای ما چیست در دو سه دقیقه دیگه اگر لطف کنین؟ من یک در کوتاه فقط دوباره بخواستم از خودم یک چیز تعریف کنم. بله. و قبل از اینکه همه روح القدس بیاید در وجود من خیلی یک آدم شرمو بودم برادر اندریاس. بله. جلوی مردم اصلا وقتی که صحبت میکردم دست و پا لرزه میشدم. بله. الان خدا عیسی مسیح را شکر میکنم که الان همیشه به منم برداشته و من جرأت داده خدا آن برتان. در چند تا شهرهای هم از سویدن من بشارت دادم و یک جام که رفتم همه پاستور میکار شما میشناسید. بله بله برادریم. ایشان هم دیدم و خیلی با هم دیگه آشنا شدیم اینا. بله برادر اندرس، من خودم سواد ندارم ولی من انجیل را گوش میکنم، در گوشیم دانلود کردم همون انجیل را گوش میکنم، ولی برادرم که مسیحی ایشان سواد داره و انجیل را میخوانه، این عهد جدیدش هست. هللویا، آمین. هللویا، کامل است. هللویا، هللویا. و من یک پیشنهاد دارم برای کسایی که واقعا از زندگی خسته شدن و فکر میکنن که دیگه دنیا در آخر رسیده، یک بار انجیل بخونه و یک بار از عیسی مسیح واقعا از ته قلب بخواید و ببینیم که چجوری برایش معجزه میکنن. آمین. آمین آمین. چقدر قشنگ ازی که قشنگتر دیگه من نمیتونستم که در این قالبی که شما گفتین نمیتونم که رو پر کنم، نمیتونم که به این ترتیب صحبت بکنم. خداوند شما را برکت بده برادر رضا، خداوند از شما استفاده بکنه، خداوند از برادرتون استفاده بکنه و خوارفیونا را از طرف مسلام بگین خداوند واره برکت بده. بسیار بسیار عالی، بسیار برکت گرفتم وطنداری عزیزم، خداوند شما را برکت بده. با اجازه تان من براتون دعا میکنم داخل و از برادر و خوارای ما که در چهار گوشه دنیا هستین و این برنامه را میبینین، اگر کتی ما یک جای شوین، میرویس جان هم نوشته میکنن، میرزا جاغوری برادر عزیز ما نوشته میکنن، مسیح ناجی بشر هست و خواهد بود در نام پدر پسر و روح القدس، آمین آمین. ای خداوند عزیز ما شکر میکنیم بر از این برادر عزیز ما، بر از این برادرم که چقدر تو با معجزه او را نجات دادی و قدرت کلام گفتن دادی، اما قسمی که خودش گفت که خداوند مرا قدرت تکلم داد، قدرت صحبت به زبان داد. ای خداوند این قدرت تکلم است که از جانب تو می آید و تو ما را جرات می دی که ما کسی که نمیتونیم صحبت بکنیم تو ما را زبان میتی تا که ما صحبت بتانیم. ما نمیتونستیم که برقصیم ای خداوند چون شاد نبودیم و اما تو پای رقصان به ما دادی تا که ما برقصیم و شاد باشیم. ما نابینا بودیم و اما تو ما را بینا ساختی ای خداوند، شکر میکنیم. ای برادر را در دستهای مقدس تو میسپاریم ای خداوند، ای برادر و برادرشان و دیگه وطندارای عزیز ما که در چهار طرف شانسته که خداوند خدمت میکنن، وار برکت بده خانوادهشان، برکت بده ای خداوند، بگذار از طریق از ای برادر ما بسیاری ها به تو ایمان بیارن در نام مقدس، در نام مجید عیسی مسیح خداوند ما، آمین آمین آمین. خدا را شکر. برادر عزیز میرزا جان جاغوری نشته میکنه زیرا من نیز بر کلام تو توکل دارم، آمین. ما بر کلام خدا توکل داریم، خداوند شما را برکت بده. بسیار بسیار تشکر رضا جان، بازم از رای دور میبوسم روی تانه برادر عزیزم و بسیار برکت گرفتم، بسیار تشکر شهادتتان. سلامت باشید، زنده باشید. آمین. تشکر، خدا را شکر میکنیم، خدا را شکر میکنیم. وقتی که ما به عیسی مسیح ایمان میاریم، وقتی که خداوند ما را نجات میده، نجات خداوند وقتی که شامل حال ما میشه، شامل زندگی ما میشه، ما را خداوند از شادی ها پر میکنه. هنوز ما از درد و رنج و غم و مشکلات میگذریم. ما میخواستم که این یک شعر است که
فکر میکنم که کرشنن یک به نام کرشنن یک هندوس این شعر نوشته کده، مسیح نیست البته این شعر، شعر عاشقی است، شعر مسیح نیست. و اما عمق از این را من میخواستم که برتان بفهم. دو روز گذشته بسیار زیاد میرا گوش میکنیم، بیت بسیار قدیمی است که با آواز شیرین لتا منگیشکر خوانده شده. و اما یک نسخه دیگه از این را من یافتم که با آواز شاهنشاه غزل، البته مهدی حسن خوانده شده، که بسیار نرم خوانده و بسیار به مقبولیش خوانده. ایره من نمیتونم که بخوانم به او ترتیب. و آخو استاد بودن و لتا منگیشکر، خود چی میگین که در گینیس بوک آف ورلد ریکرد البته بیش از 25,000 سرود و غیره خوانده. و اما من میخواستم که بعضی حصه از این شعر را برای شما بخوانم که واقعا متوجه باشین که چقدر عمیق است این شعر. در هندی است، متاسفانه من وقت نکردم که من به فارسی در بیارم. من میخوانم این را براتون. میگه که بهلای جب دل نابهله، وقتی که من میخوام قلب خود تسلی بتون و او تسلی نمیگیره، تو ایسه بهلای، پس من ای ترتیب انتخاب میکنم که قلب خود تسلی بتم. غم هی تو ہے پیار کی دولت، آیا دولت عشق، ثروت عشق در این دنیا، در این دنیایی که قدم میزنی، در این دنیایی که عاشق شدی، دولت عشق، ثروت عشق غم نیست؟ چقدر جالب، چقدر عمیق است این شعر. یہ کہہ کر سمجھائیں، با این ترتیب من قلب خودم میفهمانم که خیر است که اذیت و آزار میبینی، خیر است که در مشکل هستی از خاطر عشق. شما کتابی به نام مشکل عشق حتما خواندین، اگر شما خصوصا برادر و خواهر ایرانی ما از دهقانی تفتی. شعر از چی شروع میشه؟ شعر حافظ امی کتاب از امو شعر شروع میکنه: الا یا ایها الساقی ادر کأسا و ناولها، که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها. عین چیز با آواز شیرین استاد محترم ناشناس هم ما شنیدیم به زبان پشتو، میگه محبت اول آسان به نظر راغی، پو اخر که می نصیب خون جگر آخه. محبت در اول، در ابتدا آسان معلوم میشه، و اما وقتی که قدم میزنی در محبت چی میشه؟ مشکلات میایه. هرچی که در محبت عمیقتر میشی در دنیا، مشکلات زیادتر میشه. خدا با ما محبت کرد، خدا عاشق ما شد. مشکلات خدا چی بود؟ او به صورت انسان آمد، او کتک خورد، او در یک آخور تولد شد، او تاج خارها بالای سرش گذاشته شد، بروی او توف کردن، مخلوقش او را مسلوب کرد. و اما او چون عاشق ما شده بود، او تمامی از این چیزها را تحمل کرد، او تمامی از این چیزها را تحمل کرد. او خداییست که به ما عشق و محبت یاد میده. این شعر البته شعر عاشقی است بین یک مرد و یک دختر. و اما متوجه باشین، بین یک بچه و دختر است، بین یک مرد و زن است. و اما متوجه باشین که عمق از این شعر چی ما را درس میده. ما باز برتان میخوانیم. نوشته است بهلای جب دل نا بهله، تو ایسے بہلائے، غم ہی تو ہے پیار کی دولت، یہ کہہ کر سمجھائیں. میگا ما قلب خدا میخواهیم که تسلی بتون، وقتی که او تسلی نمیافه، وقتی که قلب ما تسلی نمیافه که آی چرا این مشکلات سر ما میایه، ما میخواهیم تسلی بتون. چون وقتی تسلی داده نمیتونم، من راه دیگری را میگم که میگیرم که تسلی بتون. یک منور دیگه میکنم که او را تسلی بتون. چی میگم؟ میگم ای قلب، آیا ثروت تو غم نیست در راه عشق که تو قدم گذاشتی؟ عاشق بودن کار آسان نیست. عاشق بودن، عاشق شدن،
کار آسان نیست، کار بسیار سخت است. شما داستان‌های زیادی را شنیدین، رومیو جولیت، سسی پنو، هیر رانج ها، و در افغانستان ما داریم سیاه موی و جلالی، حتما در ایران هم عاشقانی هستند داستان‌هایشان که شما شنیدین، شیرین و فرهاد ترکی البته شنیدین. و ما در این داستان ها میبینیم که عاشقا متحمل چقدر مشکلات زیادی در زندگی خود در این راه عشق که وا گرفتن متحمل چقدر مشکلات میشن. ما میخوایم هیر رانجا وقتی که سفر میکنه، وقتی که می دریای فکر میکنم راوی بوده ایره عبور میکده، دریا عمق دریا ایره غرق میکنه، میکشه بالاخره و از بین میبره. بسیار مشکلات. سسی پنو به همین ترتیب، مومل و رانو یک داستان عاشقی دیگه است که البته در سندھ و صورت گرفته، در سندھ هندوستان که وقت هندوستان بود صورت گرفته. و عمق از این شعر برای ما چی یاد میده؟ میگه که وقتی که ما میخوایم قلبی که تسلی نمیافه، قلبی که آرامش نداره، و وقت ما او را میخوایم که آرامش بتوم، تسلی بتوم، وقتی که نمیافم که بسیار زیاد او میتپه، بسیار زیاد در غم است، من راه دیگری را میگیرم که او را بفهمانم. و به این ترتیب میفهمانم که آیا ای قلب نمیفهمی؟ آیا نمیفهمی که ثروت تو، دولت تو، ثروت تو در این راه عشق، در این راه عشق غم است؟ وقتی که ما به حیث یک مسیحی ایره متوجه از این میشیم، وقتی کلام مقدس خدا در زبور 19 میگه گرچه از وادی سایه موت نیز گذر کنم. این کسی که از وادی سایه موت گذر میکنه کیست؟ این عاشق است. عاشق کیست؟ عاشق خدا شده. اما قسمی که خدا عاشق او شده، او عاشق خدا شده، در این راه عشق گرچه از وادی سایه موت نیز گذر کنم، از بدی نمی ترسم. چرا؟ ما عصا و چوب دستی خدا، تسلی خدا را پیش روی خود میارم و قلب خدا میگم و خدا میگم متوجه باشی، عصا و چوب دستی خدا تو را تسلی میده. او یک روز تو را عبور میکنه در این سفر عشق، او یک روز تو را عبور میکنه و تو را میگذرانه از این راه مشکلی که تو داری. میگه که باز بعدن چی میگه در اینجا نشسته، اپنا من چلنے والوں کو، اپنا من چلنے والوں کو، اگر روی پرده لطف کرده بیارین، بعضی وطندارای عزیز ما که مهاجر بودن در هندوستان حتما شاید بتانن که بخوانن، اپنا من چلنے والوں کو چین کہاں، ہائے آرام کہاں. کسی که خودش قلب خود زخمی کرده، او دیگه نمیتونه که شکایت بکنه، او نمیتونه شکایت بکنه که ما درد دارم، به خاطر از اینکه او خودش قلب خود زخمی کرده. کسی که عاشق میشه، او درد و رنج خودش بالای خود قبول میکنه. یک عاشق وقتی که عاشق میشه، او دمو وقتی که عاشق میشه خب بسیار گل و گلزار معلوم میشه، و اما وقتی که داخل عشق میشه مشکل عشق پیدا میشه. از همین خاطر دهقانی تفتی، کشیش دهقانی تفتی، نام کتاب خودم مشکل عشق مانده. عشق آسان است. الا یا ایها الساقی ادر کأسن و ناولها، که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها. حافظ چی میگه؟ در اینجا حافظ در مورد سفر خود صحبت میکنه. او عاشق از این شده بود که سفر کنه به هندوستان بره. کاش که مثل چی نام داشت، کریستوفر کولمبس واری در جای هندوستان کدام قاره دیگر پیدا میکرد که گلگلزار جای دیگر آباد میکرد. خلاصه امورم نتانیست و بالاخره در نصف را که است، او ترسید از خوف، از گردابی و از چرخش آب، از غرش آب، او چرخید و برگشت، چون در عشق ادامه داده نتانیست. شب تاریک و بیم موج، گردابی چنین حایل کجا دانند، کجا دانند. چی میگه شعر از یادی من رفت؟ میگه
کجا دانند حال ما، تشکر حسین جان، کجا دانند حال ما سبکساران ساحل ها، سبکساران ساحل ها، کسی که همیشه در جایی است که امن است برش، و از قلب ما چی خبر داره که ما در چی حالت هستم، در چی ترز و لرز هستم که اینال غرق میشم، اینال غرق میشم، اینال غرق میشم. از همین خاطر امو یک مثال هندی است، بوریا بستر خود بسته کنه دوباره برمیگردم. کسی که عشقش واقعی نیست او بر میگرده. اگر شما لطف کنین مثال خداوند ما عیسی مسیح، مثال دهقان و دانه پاشیدن بخونین، در اوجا شما یک عاشق میبینین از جمله چهار کسی که میخواهد که از پشت عیسی مسیح بیاید. تنها یک عاشق واقعی است که او ثمر بخش میباشه و دیگه عاشقا را جمع میکنه که پیرو عیسی مسیح باشن. سه تایش بوریا و بستر خود گرفته، پس بر میگردن مثل حافظ واری. حالی من نمیگون که بیادر برادرا و خوارای ایرانی ما قار نشون، که البته حافظ تنها شما نیست، از افغانستان هم است و از تاجیکستان هم است. خب مسئله سر ازیست که ما باید متوجه ازی باشیم. وقتی که ما عاشق میشیم مثل از این شعری که در ایجا گفته شده، وقتی که ما میخوایم قلب خود را تسلی بیتون و او تسلی نمیافه، پس من راه دیگر را میافم که او را تسلی بیتون، میگم ای قلب آیا نمیفهمی، ای قلب آیا نمیفهمی که سروت تو غم است، سروت تو غم است. بهلائیں جب دل نا بهلے تو ایسے بهلائیں، غم ہی تو ہے پیار کی دولت، یہ کہہ کر سمجھائیں. ای را گفته ما او را میفهمانم. اپنا من چلنے والوں کو کس که خودش کار دا گرفته، دا قلب خود زده، او برازو دیگه آرامش و راحت و استراحتی از کجا باشه؟ درد و رنج و غم ما میبینیم در راه عشق که ما گرفتیم. ما کسی که به عیسی مسیح ایمان آوردیم، ما ای را تصمیم گرفتیم که ما درد میبینیم، رنج میبینیم، ما را مردم کافر میگن، ما را مردم لعنت میکنن، و اما در تمامی از این چیزها خداوند برای ما تسلی داده که هیچ کسی داده نمیتونه، امکان نداره. حصه بعدی شعر بسیار هنوز جالبتر میشه. پریت کی اندهیاری منزل می، در ای راه عشق که در وادی تاریک ما راه میروم، چارو اور سیاهی، هر طرفی که من میبینم تاریک و تاریک است. میگه که آدھی راه میں ہی رک جائے اس منزل کا راہی، در نصف راه وقتی که من میرسم، من در وادی هستم، در راه عشق هستم، هر طرفی که میبینم سفری من در نصف خلاص میشه. چرا؟ مثال بسیار ساده ای را که در کلام مقدس خدا ما میبینم که چقدر مرا همیشه لمس میکنه، چقدر همیشه مرا تسلی میده، چیست؟ میگن هنوق با خدا راه رفت. هنوق با خدا راه رفت و برداشته شد. در نصف راه یک طفلک ریزه را ازش معلمش پرسید که در مورد از این که هنوق کت خدا را رفت و چطور خدا او را برد. گفته تو شد که یک روز خدا که بسیار دوست هنوق بود، او پایین آمد پیش هنوق، گفت هنوق جان بیا که بریم هم یک کمی چکر زدن، بریم همی تو دمی راه سفر بریم. خب ای هر دو تایشان، خدا و هنوق، هر دو تایشان سفر کردن شروع کرد. همی تو که رفتن بالاخره تاریکی آمد. خدا روی به هنوق کرد. هنوق جان گفت شب شده، حال دیر شده، من فکر نمی کنم بر بگردی، بیا خانه ما برو. به همون ترتیب خانه خود بردن از نصف راه. این شعر چی میگه؟ میگه پریت کی اندهیاری منزل می، در راه تاریک عشق که ما درش هستیم و یا در وادی که ما هستیم، چاران آرسیایی، هر طرف ما تاریکی میبینیم، آدهی راه می هی رک جایی، در نصف راه منزل ما تمام میشه و ما به منزل میرسیم، اس منزل کا راهی. باز بعدن چی میگه؟ کانتون پر بالای خارها راه رفتن، کانتون پر چلنے والوں کو چین کہاں آرام کہاں. کسی که بالای خارها راه میره، برازو آرامش
آرامش دنیوی در دنیا کجا میسر باشد؟ گرچه از وادی سایه موت نیز گذر کنم، از هیچ بدی نمی ترسم، زیرا تو با منی، عصا و چوب دستی تو مرا تسلی می دهد. پیش دشمنانم دسترخان هموار کردی، سرم را با روغن تدهین کردی و کاسم پیمانم لبریز است. خداوند ما را لبریز کرده از تمامی از این چیزها. خدا را شکر می کنیم و سارا جان حتما برای تان دعا می کنیم، خداوند شما را برکت بده و میرزا جان برای شما هم، امین جان برای شما هم، خداوند شما را برکت بده. واقعا خدا شما را دوست داره و او می خواهد که دوستی خود برای شما ابلاغ کنه. در نام مقدس عیسی مسیح، آمین. تنها هادیم توی ای مسیح، دوستم مسیح، یارم مسیح.